درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه آشنایی با کتاب مقدس پخش خواهد شد خوشحال میشویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید در این سری از برنامه ها با هم بخش از کتاب مقدس را مطالعه کرده و میهمان برنامه نیز سوالات خود را که شاید سوالات شما عزیزان نیز باشد مطرح می کند. در این برنامه ها کشیش سیامک امین منصور ضمن اینکه به سوالات پاسخ می دهد ما را در درک بهتر کلام خداوند که در کتاب مقدس به رشته تحریر در آمده است یاری می کند. همراه با شما عزیزان کتاب مقدس را ورق می زنیم و امید که خداوند ما و شما عزیزان را دانش و برکت عطا کند. شنوندگان عزیز امروز هم همراه با کشیش سیامک امین منصور در خدمت شما هستیم و با هم به مطالعه کتاب اول سموئیل میپردازیم در بخشهایی از کتاب مقدس که امروز به مطالعه آنها خواهیم پرداخت از شاول به عنوان پادشاهی نام برده می شود که دوره سلطنت خود را به خوبی و با موفقیت در امور شروع می کند. اما در همین بخشهایی از کتاب مقدس که برادر عزیزم بهرام به آنها اشاره کرد صحبت از نافرمانی شاول در اجرای دستورات خداوند می باشد. بله و همین نافرمانی شاول باعث شد که خداوند پادشاهی شاول را دیگر به رسمیت نشناسد. حتی بعد از پیروزی های بزرگی که شاول در جنگ با فلسطینیان و امالیقیان کسب کرد خداوند او را دیگر به عنوان پادشاه قوم برگزیده خود نمیپذیرفت. سموئیل که پیام خداوند زنده را به گوش شاول و قوم اسرائیل میرساند، با نگرانی داستان شاول را پیگیری میکرد. هر بار سموئیل به درگاه خداوند دعا کرده و برای شاول تقاضای بخشش و برکت میکرد. اما از آنجایی که شاول از فرمان یهوه سرپیچی کرده و به نصایح سموئیل نیز توجهی نداشت، خداوند به سموئیل امر کرد تا از میان جوانان قوم اسرائیل جانشینی برای شاول برگزیند. در کتاب مقدس در فصل 16 هم از کتاب اول سموئیل و در آیه های یک تا سیزده می که خداوند به سموئیل امر می کند تا پیمانه ای از روغن برداشته و به بیت لحم برود. او می بایست در آنجا به خانه شخصی به نام یسی رفته و یکی از فرزندان او را در نام خداوند زنده اسرائیل مسح کرده و به عنوان پادشاه اسرائیل برگزیند. خداوند به سموئیل فرمود تا به که برای شاول که من او را از سلطنت برکنار کرده ام ماتم میگیری. اکنون یک پیمانه روغن زیتون گرفته به بیت لحم به خانه شخصی به نام یسی برو. چون من یکی از پسران او را برای خود به پادشاهی برگزیدم. سموئیل پرسید چطور می توانم بروم زیرا اگر شاول آگاه شود مرا خواهد کشت خداوند فرمود یک گوساله بگیر و با خود ببر و بگو جهت اجرای قربانی برای خداوند می آیم یسی را هم در مراسم قربانی دعوت کن در آنجا به تو خواهم گفت که چه باید بکنی و تو همان کسی را که نام میبرم برای پادشاهی مسح کن سموئیل طبق فرموده خداوند عمل کرد. وقتی که به بیت لحم رسید، رهبران شهر با ترس و لرز به استقبال او آمدند و از او پرسیدند به چه منظور آمده ای؟ آیا خیر است؟ سموئیل جواب داد بله خیر است. آمده ام برای خداوند قربانی کنم. شما هم خود را تقدیس کنید و همراه من برای ادای مراسم قربانی بیایید. سموئیل همچنین به یسی و پسرانش گفت که خود را تقدیس کنند و با او برای انجام مراسم قربانی بیایند. وقتی آنها آمدند و چشم سموئیل بر الیاب افتاد، فکر کرد و با خود گفت این همان کسی است که خداوند برگزیده است. اما خداوند به سموئیل فرمود تو نباید از روی قد و چهره او قضاوت کنی. من او را انتخاب نکردم. من مانند انسان به کسی نگاه نمی کنم. انسان به ظاهر نگاه می کند اما من به دل بعد یسی پسر خود ابیناداب را به نزد سموئیل آورد اما سموئیل گفت او را هم خداوند انتخاب نکرده است یسی پسر دیگر خود شمه را به حضور سموئیل فرستاد او گفت این هم شخص برگزیده خداوند نیست پس یسی هفت پسر خود را به سموئیل معرفی کرد و سموئیل به یسی گفت هیچ کدام اینها را خداوند برنگزیده است ساموئیل از یسی پرسید آیا همه پسرانت در اینجا حاضرند؟ یسی جواب داد فقط پسر کوچکم اینجا نیست چون او گله گوسفند را میچراند. ساموئیل گفت کسی را بفرست تا فورا او را بیاورد و تا او نیاید ما کاری نمی کنیم. پس یسی کسی را به سراغ او فرستاد تا او را بیاورند. او جوان خوش سیما و دارای چهره شاداب و چشمان زیبا بود. خداوند فرمود، برخیز و او را مسح کن زیرا او شخص برگزیده من است آنگاه سموئیل روغن زیتون را گرفته بر سر داوود که همراه برادران خود ایستاده بود ریخت و در همان روز روح خداوند با تمام قدرت بر داوود فرود آمد بعد از آن سموئیل به رامه برگشت در این داستان می بینیم که خداوند همیشه بزرگترین، ثروتمندترین و یا سالمندترین فرد را برای خدمت بر نمی گذیند. گاهی همانند این داستان جوانی برگزیده می شود تا هدایت و رهبری قوم اسرائیل را بر عهده گرفته و در نام یهوه حکومت کند. در این داستان داوود جوانی از خانواده یسی از اهالی بیت لحم برگزیده شد تا مصر شده و به عنوان جانشین شاول بر تخت سلطنت بنشیند. چرا اهالی بیت لحم از دیدن سموئیل که به نزد آنها آمده بود دچار وحشت شده و بر اساس آنچه که در کتاب مقدس آمده است با ترس و لرز به استقبال او آمدند؟ از آنجایی که بزرگان و اهالی شهر بیت لحم داستان نافرمانی های شاول را شنیده بودند و نیز پیروزی سپاهیان شاول در جنگ با فلسطینیان و امالیقیان را میدانستند دانستند، دوچار وحشت شده بودند که شاید این بار شاول قصد حمله به آنها را داشته باشد. به همین خاطر هم از سموئیل پرسیدند که آیا او با قصد خیری به نزد آنها آمده است؟ بله و آنها نمی بایست دوچار وحشت می شدند. زیرا که قصد سموئیل انتخاب جانشینی برای شاول بود. اما چرا داوود که به عنوان جانشین شاول برگزیده شده بود در همان موقع به عنوان پادشاه اسرائیل به همه معرفی نشد آنچه که در بیت لحم اتفاق افتاد یعنی مسخ کردن داوود به طور پنهانی صورت گرفت تا خشم و انتقام شاول نسبت به داوود و خانواده و شهر زادگاه داوود برانگیخته نشود داوود بر اساس این مراسم به عنوان خدمتگزار خداوند زنده اسرائیل برگزیده شد و تا زمان مرد شاول و معرفی رسمی داوود به عنوان پادشاه و جانشین شاول می بایست که برای پادشاهی بر اسرائیل تجربه ها کسب می کرد. و از آیه چهارده از فصل شانزده در کتاب اول سموئیل می خوانیم که به خاطر نافرمانی شاول روح خداوند او را ترک کرده و روح پلید وارد بدن او شده و عذابش میداد. داوود در هنگام نگهداری از گوسفندان به نواختن چنگ می پرداخت. او آنقدر در این کار مهارت کسب کرده بود که آوازه آن به گوش اطرافیان شاول نیز رسیده بود صدای چنگ او شاول را از دردی که به آن دچار بود می رهاند و او آرامش پیدا می کرد. داوود حتی اشعاری نیز می سرود که مجموعه آنها را در کتاب مزامیر داوود در بخش عهد عتیق از کتاب مقدس می آبیم. به نظر می آید که شاول حتی نمی توانست تصور آن را بکند که داوود روزی به جای او به عنوان پادشاه اسرائیل بر تخت بنشیند. توجه شاول نسبت به داوود زمانی جلب شد که داوود در جنگ با فلسطینیان جلیات را با پرتاب سنگی به زمین افکند. اما حسادت شاول نسبت به داوود زمانی به اوج خود رسید که داوود پس از کسب پیروزی های فراوان بر دشمنان در بازگشت از میدان جنگ مورد استقبال شکوه مند قوم اسرائیل واقع شد. داستان نبرد قوم اسرائیل با فلسطینیان متجاوز را در فصل هفته از کتاب اول سموئیل می‌خوانیم. فلسطینیان ارتش خود را برای جنگ در سکوه در سرزمین یهودیه جمع کردند و در افستمیم بین سکوه و عزیقه اردو زدند. و همچنین شاول و مردان جنگی اسرائیل نیز جمع شده در دره در ایلا اردو زدند و یک خط دفاعی در مقابل فلسطینیان تشکیل دادند. فلسطینیان در یک طرف بالای کوه ایستادند و اسرائیلیان بر کوه مقابل در طرف دیگر در حالی که در رئی در بین ایشان قرار داشت. آنگاه مرد مبارزی به نام جولیات که از اهالی جت بود از اردوی فلسطینیان به میدان آمد. قد او در حدود سه متر بود. کلاهخود خود برونزی بر سر، زره برونزی به وزن پنجاه و هفت کیلو به تن و ساغبند برونزی به پا داشت. زوبین برونزی روی شانه‌هایش بود و چوب نیزش به کلوفتی چوب نساجان و سرنیزش از آهن و به وزن هفت کیلو بود. سلاحدارش پیشا پیش او با سپر بزرگی میرفت. او در آنجا ایستاد و با صدای بلند به سپاه اسرائیل گفت آیا لازم بود که با این همه سپاه برای جنگ بیایید؟ من از طرف فلسطینیان به میدان آمده ام و شما هم که از مردان شاول هستید یک نفر را از طرف خود برای جنگ با من بفرستید. اگر بتواند با من بجنگد و مرا بکشد آنگاه ما همه غلام شما میشویم. و اگر من بر او غالب شدم و او را کشتم در آن صورت شما غلام ما میشوید و ما را خدمت می کنید. او اضافه کرد من امروز مبارز میطلبم پس یک نفر را بفرستید تا با من بجنگد وقتی شاول و سپاه اسرائیل سخنان او را شنیدند جرأت خود را از دست دادند و بسیار ترسیدند در برنامه بعد خواهید شنید که داوود با جولیات از اهالی جت که قدی در حدود سه متر داشته است و در سپاه فلسطین خدمت می کرد می جنگد و او را مغلوب می کند. جولیات به احتمال زیاد از نسل اناق قولپیکر بوده است که در کتاب اعداد و در فصل 13 هم از آن نام برده می شود. زمانی که جاسوسان از سرزمین کنعان بازگشتند، از مردمانی قول که ساکن آنجا بودند نام برده و ترس و وحشت خود را اظهار کردند. دیدن چنین افراد قول باعث شد تا قوم اسرائیل از ورود به سرزمین کنعان خودداری کنند. هرچند که آنها تحقق وعده های خداوند را از زمان خروج آنها از مصر دیده و تجربه کرده بودند، ولی به جای ایمان به قدرت خداوند ترس را به دلهای خود راه دادند و از امر خداوند سرپیچی کردند. اینک چندین نسل از آن زمان گذشته و یک بار دیگر اسرائیلیان در برابر ترس خود ایستادند. جوانی از بیت لحم با ایمان به خداوند زنده اسرائیل سنگی را در فلاحون گذاشته و با پرتاب آن جلیات را که همه از او می به زمین می افکند. این پیروزی داوود بر جلیات نتیجه ایمان او به قدرت و یاری خداوند اسرائیل بود. روح مقدس خداوند بر او جای گرفت و او را از هر جزندی در امان نگه داشت. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersion.gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت سایت www دنبال کنید. خوشحال میشویم نظرات پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید